در این دوره آموزشی هدفمون بررسی کتاب ویژگی جذب در معماری. این کتاب حدوداً سال 94 یا 95 داخل کانال قرار گرفته بود جهت آشنایی دوستان، اما این بار تصمیم گرفتیم که مطالب این کتاب رو در واقع فیلم برداری کنیم و بذاریم داخل کانال. برای مثال سعی میکنم هفته یک یا دو قسمتش رو داخل کانال قرار بدیم. میایم پایین، همونجور که میبینید یک دستبندی جالبی انجام داده از ویژگی جذب یا عناصری که میتونن داینامیک باشن یا سیستم های داینامیک، بحث اصلا جنبشی بودی، حرکت پذیری رو، تغییر مقیاس، چرخش دو بعدی، سه بعدی، اضمحلال یا کم کردن شبکه و حالا پارامترهای دیگه هم داره، تمرین های دیگه هم داره. اولین تمرینی که ما میخوایم در خصوصش حل کنیم بحث جابجایی یا تحرک موضوعات. ما میخوایم ویژگی جذب رو روی ضریب جابجایی کار کنیم، یعنی میخوایم بگیم یک شکلی داریم، حالا اینجا یک شبکه چند ضلعیه، میخوایم یاد بگیریم که چجوری میتونیم در واقع به هر کدوم از اون چند ضلعی‌های خودم یک عدد مطلوب خودشو بدم که ما به صورت کلی بهش میگیم ویژگی جذب، که قبلا هم داخل آپارات توضیح دادم که اصلا ویژگی جذب چیه، چه کاری میکنه توی گراس هاپر. برای مثال ما یک صفحه داشتیم یا یک گرید داشتیم، مثلا الگوی ما بود یک شبکه چند ضلعی. مثلا این شبکه ما ورودی اسش تعداد اضلاع رو میخواد که داخل کتاب مرش مثلا مقدار 10 رو در نظر گرفته. تعداد این شبکه ها تو محور X و محور Y رو میخواد که مثلا ما برش یک مقدار در نظر میگیریم، اونم بازم دست خودمونه، مثلا میگم 25 در مثلا 20، وصلش میکنم به این و وصلش میکنم به این. خب این شبکه ما در اومد. من الان میخوام این شبکه رو جابجا کنم توی ارتفاع، بس میام تو قسمت ترانسفورم ابزار موو رو انتخاب میکنم. موو دو تا ورودی داره دیگه، ورودی جی شکل رو میخواد و ورودی تی جهت جابجایی رو، وصلش میکنم به این. ورودی سی چیه؟ ورودی سی این چند ضلعی ها هستن و ورودی پی نقطه مرکزی هر کدوم از این چند ضلعی هاست. خب میگم این چند ضلعی که الان اینجا دارم تو کدوم جهت قرار جابجا بشه؟ میگم تو محور زد ها و به مقدار 15 یا هر عددی که مطلوبه میاد بالا، میارمش بالا که قشنگ مشاهده کنید. خب همجوری که مشاهده میکنید کل شکل ها 15 واحد اومدن بالا و دلیل داره دیگه چرا همچین اتفاقی افتاد دیگه. تو بخش ترکیب داده ها هم گفتیم دیگه، قرار داده جی با داده تی ترکیب بشه و خروجی جی که در واقع بردار جابجایی این شبکه است رو به من بده. خب من اینجا چند تا عدد دارم یا چند تا لیست دارم، مثلا 500 تا. خب اینجا نگاه کنید تو هر لیست من مثلا چند تا عدد 20 تا آیتمه. میتونی نگاه کنید دیگه، از 0 تا 19 میشه 20 آیتم دیگه. خب من اینجا چون یک دونه عدد دارم 100، بس تمام این شکل ها، یعنی شکل اول 100 واحد میره بالا، شکل دوم 100، شکل سوم 100، چهارم 100، پنجم 100، ششم 100، هفتم 100، همینجور تا آخر. برای همینه که همه اینا یک دست هستن، میبینید تمام اینا یک دست رفتن بالا. خب حالا ما چیکار میتونیم بکنیم که یا چیکار کنیم که در واقع این مشکل ایجاد نشه؟ ما یه کاری میخوایم بکنیم که به هر کدوم از این عد شکل ها یک عدد خاص خودشو بدیم. برای این کار لازمه که حتما این شکل ما که الان به صورت سیمش خدچینه، که یعنی میخواد بگه بیش از چند تا لیسته، تبدیل به یک لیست واحد بشه. یا کنید الان من 25 تا شاخه دارم، تو هر شاخه 20 تا آیتمه. یعنی بخوام اینا رو بشمارم، بذاریم من اینو مخفی کنم، بیام تو دید تاپ بتونید نگاه کنید. درسته؟ برای اینکه کار سریعتر انجام بشه من اینو کمش کنم. خب الان نگاه کنید من 25 تا شاخه دارم. یعنی کن شاخه اول، شاخه دوم، شاخه سوم، شاخه چهارم، شاخه پنجم، ششم، هفتم تا آخرین شاخه هم که میشه 25. توی هر شاخه هم نگاه کنید 25 شاخه، تو هر شاخه هم 7 تا آیتمه یا 7 تا میوه هست، چون درخت داده است دیگه. مثلا تو شاخه اول که 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 74، 75، 76، 77، 78، 89، 90، 91، 92، 93، 74، 75، 76، 77، 78، 89، 90، 91، 92، 93، 74، 75، 76، 77، 78، 89،
دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا آیتمه. و اینجا میتونید نگاه کنیم دیگه، کنید شاخه اول بیارمش پایین، شاخه اول صفر تا شش میشه هفت تا دیگه، هفت تا آیتمه اسمش این هفت تا. حالا چی میشه؟ این عدد 100 میاد به این هفت تا اتصال پیدا میکنه، تا اینجا میاد تموم شد، میره سراغ بعدی، دوباره حوازم همون 100 تکرار میشه، دوباره میاد بعدی همون 100 تکرار میشه، دوباره میاد بعدی همون 100 تکرار میشه. مثلا اگه من بخوام اینجا بیام یک لیست بدم، بگم 100 و 200، اینم دیلیت کنم، بیام اینجا موتی لاین دیتا رو بزنم، نکن اینتر آخرم یه فضای خالی به من داد که همچین چیزی نباید هیچ وقت باشه. الان بیام بررسی کنم چه اتفاقی افتاد. بیایم این زیاد دادم، بذارید 100 این 5. خب بیایم تحلیل کنیم چرا همچین اتفاقی افتاد. بذارید رنگش هم عوض کنم که قابل دیدن باشه، چون این دوره آموزش محور نیست. حالا ما سعی میکنیم مثلا آموزش هم بدن، یعنی کسی که این دوره نگاه میکنه باید تا حدی گراسهاپر رو بلد باشه دیگه. من نمیام بگم که این از کجا میاد اون از کجا میاد، چون قبلا اینا رو تو بخش مقدماتی همه رو گفتم. خب الان نگاه کن، چرا اینا این پایینن ولی اینا این بالان؟ چرا همه با هم نیومدن؟ من خب دو تا عدد دادم، چرا بس اینجوری شد؟ چرا این همه شکل پایین افتادن، این همه شکل رفتن بالا؟ دلیلش بازم برمیگرده به همین فلسفه داده ها دیگه. خب نگاه کنید همینجا ورودی جی، گفتیم ورودی جی لیست اولش، یعنی لیست اولش که این پایینه کن اینا قرار جابجا بشن دیگه که برن به رنگ سفید بشه. چند تا عدد دادیم؟ 50 100، یعنی اینجوری میشه. اینو بیارم نزدیکتر، برای لیست اول یعنی اینا. خب شکل اول میره تو این جی، بردار اول یعنی عدد اول که قرار محور زد باشه میره تو ورودی تی، یعنی شکل اول 50 وای تو محور زد بره بالا. خب رفت بالا، بعد میایم سراغ شکل دوم، میره تو ورودی جی، قرار با هم ترکیب بشه دیگه. شکل بعدی که 100 قرار این شکل 100 وای بره بالا، خب یعنی شکل دوم 100 وای میره بالا. شکل سوم میره تو ورودی جی، شکل سوم اینجا نداره. طبق قانون ترکیب داده ها زمانی که دو تا لیست مثل این در با هم ترکیب میشن، اون لیستی که کوچکتره آخرین آیتمش وصل میشه به تمام اینا. برای همینه که از اینجا به بعد همه اینا 100 واید میرن بالا. برای همین نکن اینجا 50 واید رفت بالا، بعد شد 100 100 100 100 100 100 که میشه این شماره 6، تموم شد، دوباره رفتیم سراغ لیست بعدی. خب دوباره بازم همون قضیه تکرار میشه برای این لیست، دوباره این شکل 50 تا میاد بالا، این شکل 100 تا و ادامه دوباره 100 تا. برای همین نکن دوباره تو لیست بعدی هم همین اتفاق، تو لیست بعدی هم همین اتفاق میفته. حالا شما میگید سوال کنید که چجوری ما میتونیم لیست ها رو در بفهمیم که این مثلا لیست افقی شادسن شار اینجوری نبود، چرا عمودی بود؟ گفتیم میتونیم بیاین همین ساختار داده رو پرام ویور استفاده کنید، هم میتونیم بیاین تو قسمت دیسپلی شماره لیست هم خودتون بیارید برداشت کنید دیگه. مگه این اگه وسط نقطه باشه، بکن میبینید الان خود شما لیست ها رو به من داده دیگه. هر جا که صفر دیدید، صفر 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 صفر، این همش صفر بوده، بدونید که اونجا لیست شما شروع میشه. لیست اول آیتم ها 1 2 3 4 5 6، آیتم صفر، آیتم 1، آیتم 2، آیتم 3، یعنی حرکت لیست به این صورته، حرکت لیست به این صورته، حرکت لیست به این صورته. خب این از این، اینو من پاکش کنم. حالا ما گفتیم میخوایم چیکار کنیم، ما میخوایم یه کاری کنیم که این شبکه ما جابجاییش، اینم پاکش کنم، به صورتی باشه که به ازای هر کدوم از این شبکه ها من همونقدر هم لیست داشته باشم. تو این جور مواقع باید کل شکل رو که الان به این صورته، الان به این صورته که 25 تا شاخه تو هر شاخه 24 تا آیتم، تبدیل بشه به یک شاخه واحد و مابقی شکل‌ها داخلش. راحت ترین کار اینه که روش کلیک کراس کنم، گزینه فلتن رو بزنم. تو این حالا نکن تبدیل میشه به یک شاخه و 600 تا آیتم، یعنی کل اینا یک لیستن و اینا آیتم‌هاشن. مثلا 0 1 2 3 4 5 همینجوری میاد تا آخر، مثلا شاید اینجا 20 دور 21 22 23 همینجوری میاد تا آخر که آخریش مثلا عدد 600. خب
پس الان ما اینجا 600 تا شکل داریم. حالا قراره به ازای همین 600 تا 600 تا عدد هم تولید کنیم که بگیم هر عدد مال اونه. خب این کاری که ویژگی جذب انجام میده، کار خاصی هم انجام نمیده، در یک لیستی از اعداد تولید میکنه. این ویژگی جذب میتونه توسط عدد تولید بشه، میتونه توسط لیست تولید بشه، میتونه توسط رنگ تولید بشه، میتونه اصلا از فاصله خط به دست بیاد. این چیز خاصی نیست که مثلا بگیم که یک منطق ویژگی خاصی داره، یک روشیه برای تولید یک مجموعه از لیست ها. خب یکی از مؤلفه هایی که من میتونم به راحتی 600 تا عدد تولید کنم تو قسمت وکتور، مؤلفه دیستنس، مؤلفه پول پوینت، مؤلفه کلوزد پوینت، که اینا یک سری تفاوت هایی رو هم با هم دارند. حالا کم کم وقتی میریم جلوتر در موردش صحبت میکنیم، تو هر تمرین از این کتاب در موردش صحبت کرده و ما هم طبیعتا در موردش صحبت میکنیم، اما تو کتاب یه ضرب کار انجام داده ولی ما داره آموزشش رو میدیم، یه ضرب الگوریتم گذاشته ولی ما داره توضیحش رو میدیم. اینم دیستنس رو انتخاب میکنم. خب دیستنس از اسمش مشخصه، دو تا نقطه میخواد یا دو تا مجموعه نقاط میخواد فاصله شو به دست میاره. خب میگم که من اینجا این مجموعه نقاط، خب اینم نکنید چون این قراره 600 لیست تولید کنیم، بس من اینم فلتن میکنم که اینم به همون تعداد بتونه لیست تولید کنه دیگه، 600 تا. چون ورودی پی این چیه؟ مرکز این نقاطه. حواستون باشه این 4 تا نقطه، اگه یه موقع یک گریدی انتخاب کردید که ورودی پیش این 4 تا نقطه بود، دیگه اون موقع کار شما اشتباه در میاد، باید حتما مرکز نقاط رو انتخاب کنید. خب حالا منظور مرکز نقاط اینه که یه کاری کنید که بتونید به تعداد این شکل شما بتونید نقطه تولید کنید، حالا میخواد مرکز باشه یا هر روشی که بلدی. خب من میگم این رو میخوام مقایسه کنم با مثلا یه همچین خطی که میخوام توی این خط یک نقطه پیدا کنم و فاصله اونا رو نسبت به این نقطه بسنجم. پس میام تو قسمت پارامز، میام تو قسمت کرو، اول خطمو ثبت میکنم، بعد میام تو قسمت کرو ها مؤلفه هایی رو دارم برای ایجاد نقطه روی خط. مثلا مؤلفه اول کرو رو انتخاب میکنم و یک مقدار بهش میدم، مثلا میگم تو مقدار 20. این مؤلفه طول کلی خط حساب میکنه، یعنی 20 من یعنی از اینجاست تا اینجا. من برای این یه کاری کنم که بگم اینجا 0 آخر خط 1 متر باشه، یا اصلا نرمال سازی کنم، یا یعنی کلیک راست میکنم اینجا گزینه ریپارامتریز میزنم. الان اگه اینجا 0 باشه اینجا 1 متر، 20 میفته اینجا. اینجوری خیلی بهتره تا اینکه بخوام بیام چیکار کنم طول خط واقعی رو بیام به دست بیارم. مثلا اگر قرار بود نقطه اینجا به دست بیاد، من باید بدونم که مثلا از اینجا تا اینجا ممکنه مثلا 500 متر باشه، واسه من باید بیام حساب کنم چقدره، ولی بیام از این مؤلفه استفاده کنم خیلی راحت تره برای من. خب نقطه مونم تولید کردم، وصلش میکنم به این. الان میدونید چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق افتاده، من یک لاین بگیرم، میدونید قشنگ تشخیص بدید، این مجموعه نقاطم، اینم این نقطه. می‌بینید از این نقطه که اینجا من پیدا کردم گذاشتم به مرکز تک تک این مثلث‌ها یه خط ترسیم میشه، طول خط حساب میشه، اون مقداری که به عنوان طول خط حساب میشه میره داخل مؤلفه دی یا دیستنس قرار میگیره. بس هم میتونم از این استفاده کنم، هم میتونم از این استفاده کنم. اینجاست که میگم مهم نیست ویژگی جذب حالا چیه، مهم اینه که فاصله موضوع رو پیدا کنه. لاین رد میکنم، الان ورودی دی، بس این فلسفه دی از اینجا اومد. خب الان ما که میدونم که این دی الان مقادیر زیادی رو داره، مثلا نکن 263 متر، 249 متر، 235 متر، من اگه الان اینو به این وصلش کنم یه اتفاق عجیبی میفته، نکنید شکل خیلی میره بالا. من باید یه کاری کنم که این عددها تحت کنترل من در بیاد. من نکنم اون عددهایی که به دست آوردم الان دادم به این دیگه، نکنید یعنی این اتفاق افتاد. بذارید به این بدم که نرمال نباشه، بردار نباشه، عدد باشه. یعنی شکل اول من 263 متر رفت بالا، شکل دوم من 249 تا، شکل سوم من 235 تا. یعنی من با این روش تونستم عددهای مختلفی تولید کنم. ولی خب این الان عدد خیلی زیاده، من باید این عدد رو کوتاه کنم با حفظ همین حالت. تو این حالت میام مس، مؤلفه ریمپ، مؤلفه باند و مؤلفه دومین رو انتخاب میکنم. تو اکثر برنامه ها هم این رو ما این حالت ها رو داریم. دیستنس میدم به این، اینم میدم به این، اینم میدم به این. وی
بردار رو میخواد، یعنی اون لیست رو میخواد. باند میاد کمترین و بیشترین مقدار رو پیدا میکنه، میگه کمترین فاصلت 8 متر 64، بیشترین فاصلت هم 313 متره حالا خوردی، و میگه الان عدد تو، یعنی اون دامنه ای که من میخوام، میگم مثلا بین 1/10 تا مثلا 20، و الان اینو میدم به این، و الان نگاه کنید بین فاصله 10 تا فاصله 20 های این شکل جابجا کرد که الان میتونه بیشتر هم باشه مثلا، میبینید به همین راحتی. حتی میتونیم از این عدد برای اکسترود هم استفاده کنیم، حالا این چیزی که تو کتاب نیست مثلا، یعنی بیایم تو سرفیس اکسترود انتخاب کنیم، مثلا بگیم که این حتی این شکل هم نه، مثلا این شکل بگیم این خط هایی که من این پایین دارم انقدر بیان بالا، این به اندازه خود اون شکله. میتونید اینجا هم نگاه کنیم، میبینید یه همچین شبکه ای رو برای شکل رو ایجاد کردیم، و میتونید بکنم اینو جابجا کنم و الگوهای متنوعی رو ببینم، میبینید بیاد این ورتر، یعنی بیاد اون ور، این بسن بیاد این ور، میتونید الگوهای متنوعی رو روی شکل پیاده سازی کنیم. برای این قسمت خسته نشید.